نبود جز مردمی پاک دین. چو مهر و وفا بود خود کیششان، گناه بود از آر کس پیششان. هموطن بسیار نازنینم، چند ماه دیگه یکی از جانباختگان راه آزادی ایران که به صورت سمبل در میان چند هزار کشته، در طول چندین هزار کشته در طول 11 ماه گذشته، از او به نام یک سمبل یاد میشه. چند ماه دیگه او 28 ساله میشه و نام او ندا آقا سلطان بود. باورم بفرمایید هموطن نازنینم، هدف ندا موسوی یا احمدی نژاد نبود، هدفش وطنش بود، همچون تمام آن دیگرانی که کشته شدند، به بند کشیده شدند، مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند، تجاوز جنسی و روحی بهشون شد و هنوز چندین هزار نفر آنها در سیاهچال‌های رژیم تحت شکنجه هستند. هدف همه آنها همانطور که بارها و بارها اشاره کردم، انتصابات تقلبی رژیم اسلامی و یا دنبال رأی موسوی بودن و این گونه سیاه بازی ها نبود. آنها حاضر بودند جانشان را بدهند، گلوله در مغز و قلبشان بنشیند و در راهی قدم برداشتند که بسیاری از آنها با سن کمشان درس بسیار بزرگی به بزرگترها دادند. هرچند که بسیاری از آنهایی که سن و سالی دو برابر ندا و سهراب و ده‌ها و صدها و چند هزار جوانی که در راه آزادی ایران جان دادند، براشون اصلا فرق نمی‌کنه که چی شده، چی گذشته. برای من آنچه که مهمه تزویر و نیرنگ و ریایی که الان رسانه‌های برون مرزی و مزدوران و جیرخاران رژیم اسلامی در برون مرز، تمام اونهایی که در رسانه‌های خارجی، در رسانه‌های ایرانی، اونایی که سردار سپاه میارن، اونایی که تمام این مزدوران رژیم رو که تعلیم دیده با آگاهی کامل میفرسنشون بیرون که نقش اپوزیسیون رو بازی بکنند، و چقدر هم قشنگ این مهره ها رو جاسازی کردن و چقدر زیبا برنامه هاشون رو پیش بردن و اپوزیسیون واقعی رو در نبودن یک رهبری، یک انسجام، یک هماهنگی، همبستگی، اتحاد بین نیروهای برانداز، اینها اومدن و عرصه رو بر اپوزیسیون واقعی تنگ کردن و با کمک و یاری رسانه‌های خودفروخته و فاحشه‌های سیاسی در وی او ای، در بی بی سی، در رادیو فردا، در همه جا پخش شدن، در رسانه‌های سیاسی لس آنجلسی کیپ تا کیپ میان میرن و این گونه مسائل. هموطن بسیار نازنینم، باز امروز راجع به موسوی با شما صحبت میکنم، چون ما تنها رسانه‌ای هستیم که جلوی این ریا و نیرنگ که یک بار در زمان خاتمی بعد از جریانات دادگاه میکناس این رژیم رو اومد نگه داشت، در این بحرانی ترین شرایط رژیم اسلامی که به یک تلنگر بنده، این سیاه بازی موسوی و کروبی و جرس و کلمه و نوریزاده و سازگارا و تمام این باند مافیایی که در برون مرز دارن با میلیون ها دلار پول سر سفره ملت ایران این حقه و کلک رو میخوان جا بندازن و یا دست کم کم بعد از افشاگری های این رسانه و فریاد های من این پروژه رو خفش کردیم، مچالش کردیم، یه گوشه پرتش کردیم، منتظر دفنش هستیم، دارن وقت کشی میکنن، وقت خری میکنن. آیا جز تقلب، جز ریا، جز تزویر، جز حقه و کلک، جز ارتجاع، فساد، دزدی، غارت، تقیه، چیز دیگری در ذات حکومت آخوندها سراغ دارید؟
وحشیگری، خونخاری، جنایت، نابودی ایران و ایرانی. آنچه که در خرداد در انتصابات حکومت دست نشانده و اشغالگر اسلامی اتفاق افتاد که 11 ماه در برون از مرزهای ایران نمیدونم اینایی که خودشون رو نیروهای سبز و طرفدار اصلاحات و حالا دوباره همون ریاب و حقه و کلک خاتمی بازی رو دارن به یک نحو دیگری پیاده میکنن، اون هم در قبال مردی که دستش تا اینجا به خون آلوده است، موسوی و یا کروبی، یک دزد فاسد بیشرفی که وقتی در همون مناظره های تلویزیونیش یکی از همون دوتا از همون چهارتا مهره های نمایش بازی بهش گفتن تو از شهرام جزایری نزدیک به 15 میلیون دلار گرفتی، گفت مگه اونایی که تو مجلس نشستن همه نگرفتن؟ مگر نمیدونم برادر خامنه ای نگرفت؟ مگه پسرش نگرفت؟ مگه بچه تبسی نگرفت؟ خب منم گرفت. وقت این آدم بخواد بیاد نماد و سمبل اصلاحات باشه. نخستین بار نبود که رژیم برای پیشبرد مقاصدش دست به تقلب گسترده زد. در تمام انتصابات از آریانه خمینی تا به این بر تمام انتصابات رژیم اسلامی تقلب بود، ریا بود و اگر مردم هم به پای صندوق ها اومدن ازشون سوء استفاده شد، غیر از بار آخر که مردم آمدند تا نیروی خودشون را، بودن خودشون را در صحنه نشون بدن. بار اولی نبود که رژیم برای پیشبرد مقاصد پلیدش دست به یک تقلب گسترده زد. اگر بخواهیم حرفها رو به انتصابات محدود کنیم، چون 11 ماه در وایس آف امریکا، در بی بی سی، در رادیو فردا، در تلویزیون پارس، در تلویزیون کانال یک، در تلویزیون اندیشه و در هر سایت و وبلاگ و هر جا که میری صحبت همین مسائل دولت کودتایی احمدی نژاد، نمیدونم تقلب در انتخابات، اونها دنبال رأیشون هستن میگن رأی من کو و این گونه مسائل، باز هر روز به نحوی این رو باز میکنم تا این چیزی رو که مچاله کردیم، این پروژه شورای امنیت ملی رو دیگه ببریم و دفنش کنیم. اگر بخوام حرفام رو به انتصابات محدود کنم و حتی به یادآوری انتصابات دوره قبل از 22 خرداد بپردازم که به قول خودشون تقلب اون آن حد گسترده بود که رئیس تشخیص مصلحت نظام، یک شخصیت فاسد، جنایتکار، دزد بزرگ قافله، علی بابا و 40 دزد بغداد، هاشمی رفسنجانی به خدا پناهنده شد و رئیس مجلس ارتجاع قصه خورد که چرا 1 ساعت خوابید وقتی از خواب ناز برخاست میلیون ها رأی جا به جا شده بود. کروبی، امین رئیس مجلس دوره قبل. پس با کمی تأمل در میابیم که میزان تقلب و گسلردگی دوره قبل از این که یعنی دوره اول احمدی نژاد چندان تفاوتی با این دوره نداشت. اما در یک سیستم مافیایی، هموطن بسیار نازنین من، برای اعضای باندهای مختلف مافیایی هیچ گونه تضمین و ضمانتی وقتی با هم به جنگ همدیگه میرن وجود نداره. حتی قدرت واقعی میتونه پشت پرده باشه، یعنی اینایی که دارن با هم زد و خورد میکنن در واقع پشت پرده قدرت واقعی نشسته. آنچه در خیمه شب بازی اخیر اتفاق افتاد یک پدیده جدید و تعجب آوری نبود که امروز تمام این اندیشمندان و روشنفکران و قلم به مزدان و نویسنده ها و ادیبان و فرزانه ها در سایت های مختلف نیروهای چپ ما، جبهه ملی ما، نمیدونم آزادی خواهان ما، طرفداران راست داریوش همایونی ما، کنفدراسیونی های ما، توده های ما، همگی دارن بهش میپردازند،
هیچ اتفاق شگفت‌انگیزی در دور دوم احمدی نژاد اتفاق نیفتاد. آنچه که باید رژیم اسلامی رو نگه می‌داشت اتفاق افتاد، همچون زمان خان